به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را آذین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خدا نوبهار است بیا، نوبهار است بیا، تا قدحی نوش کنیم، باشد این محنت ایام فراموش کنیم. درود بیکران بر شما خانم آقایان، هموطنان ارجمند. امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، در ادامه سخنان بزرگ مهر حکیم هستیم در نزد خسرو نوشین روان، یا به عنوان دیگر پند دادن بزرگ مهر نوشین روان را و سخن گفتن او در کردار و گفتار و اندیشه نیک. بزرگمهر دانشمند ایرانی و وزیر خردمند خسرو نوشین روان بود در دربار ساسانی، که در امور کشوری با شایستگی بسیار به نوشین روان خدمت میکرد. چنین گفت آن سخنگوی کهنزاد، که بودش داستانهای کهن یاد، که چون بیشاه شد شیرین دلتنگ، به دل برمی زد از سنگین دلی سنگ. ز مژگان خون بی اندازه می ریخت، به هر نوحه سرشکی تازه می ریخت. چو از بیتاقتی شورید دل شد، از آن گستاخ رویی ها خجل شد. غریبی چون بود غمخوار مانده، ز کار افتاده و در کار مانده. بساز ای یار با یاران دلسوز، که دی رفت و نخواهد ماند امروز. گره بکشای با ما بستگی چند، شتاب عمر بین آهستگی چند. خوشان باشد که امشب باده نوشیم، امان باشد که فردا باز کوشیم. بهاری داری از وی برخور امروز، که هر فصلی نخواهد بود نوروز. خب، در ادامه سخنان بزرگمهر حکیم در نزد خسرو نوشین روان، پرسش و پاسخ میان شاه و وزیر. بدو گفت کسرا که ده دیو چیست، که از ایشان خرد را بباید گریست. چنین داد پاسخ که آز و نیاز، دو دیوند با زور و گردن فراز. دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین، چون نمام و دوروی و ناپاک دین. دهم آن که از کس ندارد سپاس، به نیکی و هم نیست یزدان شناس. آن ده دیو هرساز است و نیاز است و خشم، رشک، ننگ، کینه، نمام، سخنچینی، درویی، ناپاک دین و ناسپاس خدا نشناس.
شاه پرسید از این ده دیو کدام پر گزند تر است؟ گفت هرس و آز و طمع که هرگز قانع نباشد، و نیاز پس از آن دو دیو رشک و حسد است. آنگاه ننگ که پیوسته برای بدی کردن و بدکرداری چنگال تیز دارد. آنگاه کینه که بی مهر و ترش روی و پرجوش و خشم است. بعد نمام که جز دروغ نداند، دیگر سخنچین دروغ که از خداوند نترسد و میان دو نفر جنگ و نزاع میاندازد، تفرقه میاندازد. سرانجام دیو بیدانش ناسپاس که خردمند نیست و نیکی شناس نیست و شرم و تدبیر در پیش او کم است و بد و نیک در پیش او مساوی. شهریار پرسید خداوند به مردم وسیله رهایی از دیو چه داده است؟ گفت خرد پیش شمشیر دیو زره است و رهنمون جان است و پرورنده روان وسیله دیگر خوی خوش است. مرد نیک خوی گرد آرزوی نگردد. و شاید در اینجا منظور از آرزوی میل و خواهش و آز هست و میگوید که مرد نیک خوی جهان برو خوش باشد. وسیله دیگر امید است، همیشه خردمند و امیدوار نبیند بجز شادی از روزگار. خردمند پیوسته امیدواری دارد و به بد لحظه نمی اندیشد، همواره شادمان است و به راه راست میل کند نه راه کج. وسیله دیگر قناعت است و روح و فکر و خیال را درگیر درم و دینار نکردن و تن را در تحصیل مال و منال به رنج نینداختن. کسی که قناعت داشته باشد روزها به خوشی بگذراند. وسیله دیگر دین یزدان پرست است در همه حال، چه در سختی و چه در نعمت، چه در شرم از مردم. از فرمان خداوند سر نپیچد و در طبیعت او سرشت بدی نباشد، پرهیز هم همین نشان دارد که راه یزدان را به هیچ نفروشد. گهی گفتی تنم را جان توی تو، گهی گفت این منم من آن توی تو. تمنای من از عمر و جوانی وصال توست وانگه زندگانی. گرفتم هرچه من کردم گناه است، نه آخر آب چشمم عذرخواه است. پشیمانم ز هر بادی که خوردم، گرفتارم به هر قدری که کردم. خداوندا شبم را روز گردان، چو روزم بر جهان پیروز گردان. شبی دارم سیاه از صبح نومید، در این شب رو سپیدم کن چو خورشید. غمی دارم هلاک شیر مردان، بر این غم چون نشاطم چیر گردان. ندارم طاقت این کوره تنگ، خلاصید مرا چون لعل از این سنگ. بدو گفت شاه از هنرها چه به، از هنرها
کدام بهتر است که مرد را بزرگ دارد؟ گفت دانش بهتر است. چه خردمند خود بر مهتران مهتر است. دانا به مال اندوزی نمی پردازد و تن خیش از رنج دور می دارد. پرسید فرهنگ بهتر است یا گوهر و نژاد؟ گفت فرهنگ از نژاد و تبار بهتر است. فرهنگ مایه آرایش جان است، از گوهر سخن گفتن سهل و آسان است، در حالی که جان خود تندرستی و سلامت از فرهنگ دارد و نژاد و تبار بدون فرهنگ ناچیز است و بی ارج. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سست، به فرهنگ باشد روان تندرست. به فرهنگ باشد روان تندرست. پرسید جان را به چه میتوان پاک و منزه کرد و هنرهای تن را به چه باید ستود؟ گفت خرد خلعت خداوندی است و از بدی و نگرانی دور. مردم خوشمنش پارسا در چشم خردمند خار نیست، اما اگر خردمند دانش و بخشش و آیین و عدالت را با نژاد و نسب با هم جمع کند و با بزرگی و راستی و برتری باشد، اما خوشخوی نباشد، اخلاق خوش نداشته باشد، این همه در خوی بد تباهی و کاستی بگیرند. کس را پرسید بزرگی به کوشش است یا به بخت؟ گفت بخت و هنر چنان قرین یک دیگرند که جان و تن یار و جفت هم هستند. تن پیدا و جان ناپیدا کالبد کوشش مرد است. اگر بخت بیدار و در جوشش باشد، بزرگی به کوشش تحقق نیابد، مگر آنکه بخت مساعد رهی او باشد. و دیگر که گیتی فسانست و باد، چو خوابی که بیننده گیرد به یاد. چونان خواب که چون آدمی بیدار شود، آنچه در خواب دیده است به چشم نتواند دید. خسرو پرسید نزد دانایان کدام کس ستوده تر است؟ گفت شاهی که تخت را آرایش دهد و از تخت پادشاهی نیرو بگیرد. اگر دادگر و نیکنام باشد، از گفتار و کردار بهره و کام بگیرد. پرسید در جهان مستمند کیست؟ گفت درویش زشت که نه در این جهان به مراد برسد و نه در آن جهان به بهشت راه بیابد. بپرسید و گفتا که بدبخت کیست که پیوسته با درد و رنج باشد؟ گفت دانایی که از کار ناروا و از کار بد شرمنده باشد و زرد روی. پرسید قانع کیست؟ گفت آنکه بدین چرخ گردان دلبستگی ندارد. توی یاری رس فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خان رست. به آب دیده طفلان محروم، به سوز سینه پیران مظلوم.
به بالین غریبان بر سر راه، به تسلیم اسیران در بن چاه، به داور داور فریاد خواهان، به یارب یارب صاحب گناهان، بدان حجت که دل را بنده دارد، بدان آیت که جان را زنده دارد، به محتاجان در بر خلق بسته، به مجروحان خون بر خون نشسته، به دور افتادگان از خانمانها، به واپس ماندگان از کاروانها، به وردی که از نوآموزی براید، به آهی که از سر سوزی براید. نوشین روان پرسید ما را که شایسته تر است؟ بزرگ مهر گفت آن که با وقار و با متانت است. پرسید مرد متین و با وقار کیست؟ گفت آن که از گفتگو با عیب جو باز بیستد و با شرم و با متانت باشد و با خردمند و با خردمندی و تدبیر و شایستگی. بپرسید از اون نامور شهریار که از مردمان کیست امیدوار؟ بدو گفت کان کس که کوشاتر است، دو گوشش به دانش نیوشاتر است. نیوشاتر یعنی شنواتر. شاه از نیک و بد جهان پرسید، گفت در این باره سخن بسیار است و حقیقت کم، جز آن که در این جهان سرانجام خاک است و چگونگی حال در آن جهان نامعلوم. پرسید شهر آباد کدام است و بهره ما از آن چیست؟ گفت جای آباد به عدل شهریار پایدار میماند. کس را پرسید بیدارتر و پسندیده تر و هوشیارتر مردمان کدام است؟ چه مرد دانشمند بر اعتبار و آبرو بیفزاید که بفزاید از دانشی آبروی؟ گفت دانای کهنسال. دانای کهنسال که چیزها با آزمایش با تجربه فرا بگیرد. پرسید آسودگی و فراغت و آرامش کراست تا در شادی و طرب قد برافرازد؟ گفت توانگر ایمن از بیم و خوف. پرسید پسندیده همگان کیست و ستایش ما به چیست؟ گفت آن کس که نیاز خود آشکارا نسازد و حسادت و طمع و کینه پنهان بدارد. شاه از مرد شکیبایی که از صبر تاج فخر بر سر دارد بپرسید. گفت نومیدی که ناگاه نور امید بر دلش بتابد و نیز آن که به کاری بزرگ بپردازد و در پی به دست آوردن نتیجه روزها بشمرد. بدو گفت غم بر دل کیست بیش که از اندوه سیر آید از کار خیش؟ چون این داد پاسخ که آن کوز تخت بیفتاد و نومید گردد ز بخت. شاه پرسید از دلی که در دردمندی باشد. گفت بیخرد و توانگری که فرزند نباشدش. شاه پرسید از دلی که در مستمندی باشد و اندوه و آسیب. بدو گفت با دانشی پارسا که گردد برو ابلهی پادشاه. بپرسید نومی تر کس کدام که دارد
توانایی و نیک نام. گفت آن که از سریر عزت فرو بیفتد. پرسید بی نام و آرایشی که در خور محبت و بخشایش باشد کیست؟ گفت مردی که گناه بسیار دارد و درویشی که قدرت و توانایی ندارد. به مقبولان خلوت برگزیده، به معصومان آلایش ندیده، به هر طاعت که نزدیکت ثواب است، به هر دعوت که پیشت مستجاب است، به آن آه پسین که از عرش پیش است، بدان نام مهین که از شرح بیش است، که رحمی بر دل پرخونم آور و از این غرقاب غم بیرونم آور. اگر هر موی من گردد زبانی، شود هر یک تو را تسبیح خوانی. هنوز از بی زبانی خفته باشم، ز صد شکرت یکی ناگفته باشم. تو آن هستی که با تو کیستی نیست، تویی هست آن دگر جز نیستی نیست. من رنجور بی طاقت عیارم، مده رنجی که من طاقت ندارم. نوشین روان پرسید کیست که از گذشته پشیمان است؟ گفت پادشاهی که مرگ را بر بالین ببیند و دلش از ناسپاسی خداوند پرهراس باشد، و همچنین آن کس که با دیگران کردارهای نیک دارد اما پیرامون او افراد ناسپاس باشد، افراد قدر ناشناس باشد. پرسید چه چیز مایه سودمندی تن است و پیش همگان ارجمند؟ گفت تن چون سلامت باشد، دل جز شادمانی نجوید. پرسید دل بیشتر نگران چیست؟ گفت این را خردمند سه وجه گوید: یکی اندیشه و نگرانی از روز بد، مبادا که بی ارتکاب گناه بدی او را دریابد. دیگر ترس از دوست فریبکار که در پی نابودی کامل باشد. سوم نگرانی از پادشاه ستمکار که بی هنر را از پارسا تمیز ندهد، تشخیص ندهد. هرگاه روزگار مساعد و خردمندی رفیق و راهنما و شاه دادکار یا دادگر باشد، اقبالی نیکوتر از این نتوان یافت. کس را از دین و از راستی پرسید که کجی و کاستی را دور سازد. خب از این گفتگو و پرسش و پاسخ نوشین روان و بزرگمهر بیش از 40 بیت دیگر مانده. خوانش این بیت ها رو به عزیزان علاقه من واگذار می کنم، برای اینکه این پرسش و پاسخ ها در این چند برنامه بسیار به درازا کشید و به قول نقالان طول سخن باعث ملال است. کما اینکه این گفتگوها در اون بخش هفت بزم نوشین روان هم به گونه ای گفته میشه، تکرار میشه. خب حکیم هم حتی دچار ملال شده و از این گفتگوی طولانی خسته شده، چرا که بعد از این بیت ها و پایان این بخش میفرماید سپاس از خداوند خورشید و ما که رستم ز بزرگ مهر و ز شاه، چو این کار دلگیرت آمد به بن ز شطرنج باید که رانم سخن. میگوید خدا رو شکر که از این پرسش‌های خسرو و پاسخ‌های بزرگمهر رها شدم، این گفتگوی طولانی رو در واقع از او رها شدم و این کار دلگیر به پایان رسید.
در اینجا میرسیم به بخش بسیار جذاب داستان شطرنج. ببینیم در برنامه آینده. خب استاد گرانقدر استاد علیرضا شجاعپور یک نکته ای رو گفتند در رابطه با این بیت پایانی برنامه که شرح این هجران این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر، و گفته البته میدونم چرا این رو میگی، دلیلش این هستش که همیشه در پایان نقلها مرشد ترابی این بیت رو میخوند و من هم به احترام مرشد و به یاد او همواره در پایان هر برنامه این بیت رو میخوندم و میخونم برای اینکه هم یادی باشه از نقلهای مرشد، هم به گونه ای امضای این برنامه و این اجراها. اما استاد شجاعپور که البته از همون ابتدای کارهای ما و در واقع نقل آموزی های ما استاد ما بوده، راهنمای ما بوده و همواره چراغ راه ما، تذکر داد که میدونم چرا میگی، اما خب در بعضی جاها ممکنه برای مردم سوال برانگیز باشه یا کسالت بار، برای که یک داستان جذاب میخوای بگی یا یک نقل عروسی میخوای بگی یا یک نقل عاشقانه میخوای بگی. بنابراین ایشان که میدونید شاعر بسیار خوش سخن، شاعر مشهور ما هستن، هماسگوی مشهور ما، اینجا رو به شیوه نقالان یک تغییری دادن که بگو تا بگویم ماجرا را بیشتر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. چشم استاد. تا بگویم ماجرا را بیشتر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.